به نام خدا، سلام. امیدوارم که حال همگی خوب باشه و خب تا اینجای سلسله مباحثمون رو خوب تعقیب کرده باشید. توی این قسمت میخوایم بریم سراغ چیز خیلی جالب و باحال، یه مفهوم بنیادی توی سیستم عامل ها و اصلا کلا بگیم شاید بهتره بگیم در سیستم دیز... بگیم سیستم دیزاین، بگیم سیستم سافتور، بگیم حتی سیستم های توضیح شده. کلا توی کارهای سیستمی مفهوم جدیه این بحث، و اون هم بحث IPC هست یا Inter Process Communication. پس میخوایم راجع به IPC صحبت کنیم که مخفف Inter Process Communication هستش، یا به عبارتی ارتباط بین پردازه‌ای. خب ببینید، چرا ما باید بین پردازه ها ارتباط داشته باشیم؟ فارسیش هم بنویسم، حالا کسایی که بین پردازه ای به صورت کلی بخوایم صحبت کنیم، سیستم عامل از مفهوم پروسس دنبال یک چیزی هست به نام آیسولیشن، یا ایزوله سازی. اصلا این داستان آیسولیشن چیه دوستان؟ بحث ایزوله سازی اینجوریه که من اگر روی کامپیوترم چند تا پروسس دارم، یه جوری مدیریت کنم که اولا این پروسس ها به منابع همدیگه نتونن دست درازی کنن، و ثانیاً حتی آگاه هم نباشن از اینکه پردازه های دیگه روی این سیستم دارن اجرا میشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اولا من جلو دسترسی ها رو بگیرم. خب این اولیش به خاطر امنیته. مثلا من به عنوان یک پردازه یا پروسس اصلا دوست ندارم پروسس دیگه به حافظم بیاد دست بزنه. و یعنی چی؟ این مال منه. مثلا انگار یه خونه ای من دارم که مال خودمه و فرض میکنم مال خودم یکی میخواد شب بیاد توش بخوابه، من دوست ندارم کسی دست درازی کنه به جایی که مال منه و من اون رو برای خودم اصطلاحا اکوایر کردم. از طرف دیگه بجز اینکه آیسولیشن دنبال محافظت و یه جوری پروتکشن هست، دنبال این هم هستش که سعی کنه به هر پردازه یه جوری وانمود کنه که فکر کنه همه منابع کلش مال خودشه. یعنی فکر کنه کل سی پیو مال خودشه، کل حافظه مال خودشه، و این دغدغه رو ازش بگیره که تو این دنیا رو با کس دیگه‌ای داری به اشتراک میذاری. خب این چه نفعی داره؟ این از نظر طراحی و دیزاین کار من پردازه رو خیلی راحت میکنه، کار من پروسس رو. من فکر میکنم کل کامپیوتر مال منه، درسته؟ و خب خیلی کار طراحی، کار پیاده سازی، کار مدیریت منابع رو راحت میکنه. پس این ایزوله سازی اصلیه که همیشه تو پروسس و در واقع تو مفاهیم پردازه ای اصل بوده. حالا وقتی پردازه ها از هم ایزوله شدن، آیسولیشن دارن، اگر دو تا پردازه، دو تا پروسس، حالا نگم پردازه، میگم پروسس دیگه، خودتون ترنسلیتش کنید پشت، اگر دو تا پروسس بخوان با هم اطلاعاتی رو تبادل کنن چی؟ اصلا مگه میشه توی سیستم دو تا پردازه بخوان با هم اطلاعات تبادل کنن؟ ما که گفتیم یه جوری سیستم عامل میخواد رفتار کنه که اون پروسس فکر کنه که کل سیستم دستش. سه تا دلیل توی کتاب آورده که به نظر من یکی دو تاش حالا قابل قبوله و یکیش نه، خیلی توجیه پذیر نیست. یکیش information sharingه. بحث information sharing چیه؟ اشتراک گذاری اطلاعات، بلن بحث داده نیست. خب ببینید، مثلا شما از کلیپورد چجوری استفاده میکنید؟ بعضی وقتا یه اطلاعاتی رو میخواید از یک پردازه توی پردازه دیگه کپی کنید. مثلا ممکنه بعضی از پروسس ها توی سیستم با هم پرودوسر کانسومر باشن. یعنی من به عنوان یه پروسس چیزی رو به عنوان ورودی مصرف کنم که یه پروسس دیگه تولیدش کرده. مثال بهتون بگم، مثلا فرض کنید یه کامپایلری که توی یه فاز مثلا اول میاد کامپایلر کد اسمبلی تولید میکنه، بعد اون کد اسمبلی رو مثلا اسمبلر برمی‌داره تبدیل می‌کنه به آبجکت کد. ببینید انگار
چیزی که این سورس کد تو اسمبلی کامپایلر داره پرودوس میکنه توسط اون اسمبلر کانسیوم میشه، اصطلاحا خورده میشه، مصرف میشه. یه همچین جاهایی پس ما نیاز به اشتراک گذاری در واقع اطلاعات و منابع داریم، داده داریم. اگه منابع بگیم اطلاعات، اینجا واقعا خب نیاز. نوع دیگه که در واقع تو کتاب گفته بحث اسپید آف هست، اینجوری بگیم، بگیم اسپید آف با استفاده از موازی سازی. یه وقتایی شما میخواید یه کاری رو، یه کار خیلی بزرگی رو، مثلا فرض کنید میخواید عددهای اول از صفر تا چه میدونم 100 میلیارد پیدا کنید. خب ما بهتره بیایم این رو به بازه های کوچیکتر تقسیم کنیم و هر بازه رو به صورت موازی انجام بدیم، به صورت همزمان انجام بدیم. چرا؟ چون خیلی وقتا کامپیوتر ما چند تا کور داره، چند تا سی پی یو داره، میریم ازش استفاده کنیم. البته اینو من اون یکی از اون قسمت هایی گفتم خیلی قبول ندارم، چون توی این بحث، توی این موارد معمولا مالتی ترد بهتر جواب میده و خیلی سرراست‌تر. چند ریسمانی که حالا بعدا بهش میرسیم، البته در نظر داشته باشید که بعضی وقتا حل یک مسئله به صورت مالتی پروسس جلوی خیلی از خطاهایی که مالتی تریدینگ میتونه انجام بده، مثل فالس شیوینگ و چیزهای دیگر رو میگیره که من نمیخوام اینجا بحث کنم. ولی موازی سازی خیلی حالا بگیم کم کاربردتر نسبت به اینفورمیشن شیوینگ. و گزینه سوم یه بحثی هست به نام ماجولاریتی. ببخشید. یا حالا بگیم ماژوله بودن، ماژوله کردن. خیلی وقتا من یه اپلیکیشن خیلی بزرگ رو میتونم به ماژوله های کوچیکتر بشکنم که اون ماژوله های کوچیکتر اصطلاحا ما بهش میگیم separation of concerns، یعنی بیایم یه چیز گنده تر رو به چیزهای خیلی کوچیک کوچیکتر بشکنیم که هر کی کار خودش رو انجام میده و اینا رو با یک سری اینترفیس ول دیفایند به هم وصلش کنیم. توی مهندسی نرم افزار اثبات شده که این کار طراحی و نگه، یعنی بگیم حالا بگیم طراحی، بگیم نگهداری و توسعه نرم افزار رو به شدت ساده میکنه. حالا اصلا فرض به این که من یه نرم افزار ماژولار طراحی کردم، خب میشه 4 تا 5 تا کلاس، چرا باید چند تا پردازش کنم؟ چرا باید چند تا پروسسش کنم؟ یکی از دلایلی که اینجا میاد امنیت. باز هم خب الان یه بحث خیلی جالب با هم میکنیم راجع به گوگل کروم که ساختارش رو با هم میبینیم و اونجا بهتون توضیح میدم که چرا کروم ساختار در واقع مالتی پروسس رو انتخاب کرده و بسیار انتخاب و طراحی هوشمندانه یه مثل اغلب طراحی که تو گوگل انجام میشه. این طراحی هم فوق العاده طراحی باحال و درستیه. قبل از اون بذارید من دو تا روش عمده، حالا فرض کنید الان ما فهمیدیم که نیاز داریم به این که بعضی وقتها برخلاف اون ایزوله سازی که گفتیم پردازه ها با هم صحبت کنن. روش های صحبت کردن دو تا پردازه توی سیستم عامل در یک ماشین واحد چیه؟ دو تا روش کلی ما برای آی پی سی داریم، رو همیشه یادتون باشه. از این دو تا معمولا خارج نیستن. یکی شیرد مموری هست و یکی مسیج پسینگ. تا اونجایی که سواد و حافظه من یاری میکنه، ما هیچ روشی توی آی پی سی یا اینتر پروسس کامیکیشن نداریم به جز اینکه یکی از دو دسته باشه، یا شیرد مموری یا مسیج پسینگ. حالا هر کدوم چجوریه؟ توی حالت شیرد مموری ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم برخلاف اون چیزی که اول توافق کردیم که پروسس ها فضای آدرس دهی مخصوص خودشون رو دارن، میایم به این سمت میدیم که آقا درست پروسس ها فضای خودشون رو دارن، ولی اگر دو تا پردازه یا چند تا پردازه اجازه بدن و توافق کنن، ما قسمتی از حافظه اونها رو با هم به اشتراک میذاریم. یعنی چی؟ یعنی من میام یه قسمتی از حافظه رو بین این دوتا شیر میکنم، یعنی اگر اشتراک میذارم. یعنی فرض کنید همچین حالتیه، یعنی این حافظه پردازه اول، مثلا بگیم پی یک، چرا بد خط نوشتم، این
حافظه پردازه دوم پی دو، فرض کنید اینجا این مثلا این همچین قسمتی باشه که حالا مثلا اینجا اینجاست اینجا، این دوتا فرض کنید در واقع فیزیکی یکی میشن، یعنی من اینو فیزیکی میام یه چیز میدم، یعنی اگر یک توی اینجا بنویسه در واقع تو اینجا هم نوشته و هرچی اینجا بخونه از اونجا هم خونده. نگار یه تیکه فیزیکی حافظه رو به صورت منطقی این دوتا میگم تو این مال تو اینم مال تو، ولی فیزیکی تو یه جا هم. خب این یکی از قدیمی ترین روش ها بوده برای در واقع اینتر پروسس کامیونیکیشن و چند تا مزیت خیلی خوب داره که مهمترین مزیت این روش سریع بودنشه. ببینید من انگار دارم توی یه قسمتی از حافظه می نویسم که یکی دیگه میتونه آنن بخونتش و هیچ سیستم کالی هیچی نمیخواد، در واقع فقط من یه سری سیستم کال اولیه میزنم برای اینکه بیام ایجاد کنم حافظه مشترک رو، و بعد از اینکه حافظه مشترک رو ایجاد کردم همه چیز تموم میشه و هیچ سیستم کالی نیست، انگار از حافظه دارم میخونم مینویسم، چه ایشون بخونه چه ایشون بخونه چه ایشون بخونه هیچ فرقی نداره، حافظه یکی. این خیلی چیز مهمیه، این خیلی خیلی چیز دست اول و مهمیه و با سرعت بسیار بالا شما میتونید کار کنید. حالا نقطه ضعفش چیه؟ نقطه ضعفش اینه که توی پیاده سازی برای سیستم عامل این از روش مسیج پسینگ که الان بهتون توضیح میدم سخت‌تره، یک و دو تضمین در واقع سینکرونایزیشن یا سازگاری. ببینید وقتی توی یک جایی از حافظه هست که دو نفر میتونن بنویسن بخونن، اگر قفلگذاری صورت نگیره، پروتکل های سینکرونایزیشن یا سازگاری و کانسیستنسی انجام نشه، ممکنه اطلاعات غلط بشه. من مثال میگم، مثلا فرض کنید پی یک میخواد مقدار این ای رو بخونه و یکی کم کنه، اینجا فرض کنید متغیر ای باشه که بینشون مشترکه، یعنی پی یک بخواد پلاس پلاس کنه پی دو بخواد ماینس ماینس کنه، فرض کنید پی یک میخونه نتیجه رو، مثلا نتیجه 100، بعد قبل از اینکه اضافه کنه و بنویسه پی دو میاد میخونه و کمش میکنه، یعنی 100 میکنه 99 و مینویسه، و پی یک هم میاد قبلش 100 خونده بود پلاس پلاس میکنه 101 مینویسه، حاصل میشه 101 چون پی یک آخر نوشته و پی دو اون وسط اصطلاحا مس بود، در حالی که یکی پلاس پلاس کنه یکی ماینس ماینس کنه مقدار باید بازم 100 بمونه، ولی اینجوری میاد میشه 101. حالا بعدا ما تو بحث قفل گذاری و سینکرونایزیشن اینا یا اول بهش میرسیم با هم زیاد بحث میکنیم راجع بهش، ولی این رو بدونید که در حالت شرد مموری شما نیاز به انجام یه سری پروتکل و یه سری کارهای اضافه برای تضمین سازگاری و صحت اون اشتراکه انجام بدید که کار خیلی ساده یا نیست و از طرف سیستم عامل هم پیدا کردن همچین چیزی کار سختی. مدل دوم اساسا من دیاگراماشو بکنم، کتاب داشت من دیدم، آره اینجاست، ببینید اینجا پروسس 1 اینجا پروسس 2، اینم قسمت مشترک این هر دو بهش دسترسی دارن. مدل دوم چیه؟ مدل دوم مسیج پسینگ یا تبادل پیام. خب این بحث چجوری؟ انگار ما میایم توی هسته سیستم عامل یه سری در واقع صندوق پستی درست میکنیم، اینجوری ببینید سری صندوق پستی درست میکنیم، حالا من دارم شماتیک بهتون میگم و حالا بعداً کامپیوترتون توضیح میدم که چجوری خواهد بود، و اگر پروسس A یک پیامی رو پست کنه تو اون صندوق پستی، پروسس B میتونه برداره، و حالا پروسس B هم فرض رو داره توی پیام پست کنه تو اون صندوق پستی و A برداره. خب این خیلی ساده تره نسبت به شرد مموری، شما پیچیدگی کمتری، انگار یه ورودی خروجی مثلا مثل کی مثل استدی این و استدی آوت براتون میمونه، میتونید به راحتی بنویسید و بخونید، نیاز به قفل گذاری نداره چون چیز مشترکی معمولا وجود نداره، نیاز به سازگاری و سینکرونایزیشن ندارید. ولی خب نکته اینه که وقتی من یه چیزی می‌نویسم که شما همون رو می‌خواید بخونید، باید برید توی فضای حافظه خودتون و انگار دو بار دارید داده رو از این دست به اون دست کپی می‌کنید، و این کپی کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه شما دارید پرفورمنس پایین‌تری به دست میارید. توی حالت شرد مموری من که می‌نویسم حافظه مال خودش از همونجا می‌تونه بخونه، ولی توی حالت مسیج پسینگ من اگر چیزی رو بخوام از این ور با بساط پیام بفرستم به اون ور، اول باید از خودم بخونم پیامو درست کنم بنویسم تو صندوق پستی، بعد صندوق پستی رو بخونم بریزم توی فضای پروسس بی، پس ببینید کار بیشتری دارم انجام میدم و پرفورمنس قطعا پایین تر.
دولت کلی بخوایم ببینیم، شب میمونی برای وقتی مناسبه که شما مقدار زیادی داده بخواید برین دوتا پردازه جابجا کنید، و مسج پسینگ معمولا برای وقتی مناسب تره که شما بخواید مقدار داده کمتری برین دوتا جابجا کنید، و یه جوری دردسر مسج پسینگ هم از نظر فکر کردن بهش میشه گفت کمتره، چون سازگاری اونا معمولا راحتتر قابل حله. خب پس تو روش کلی رو دیدیم، شیرد مموری قسمت یا حافظه رو بین این دوتا پردازه یا چند تا به اشتراک میذاره و اینا میتونن بنویسن و بخونن انگار حافظه خودشونه و هیچ اوورهدی نداره بعد از اینکه در واقع کار انجام شد، شیرینگ انجام شد، هیچ اوورهدی شما حس نمی کنید. از اون سمت مسج پسینگ مثل صندوق پستی عمل میکنه، پیام میدی پیام میگیری، یه ذره کنتره برای ارسال و دریافت باید سیستم کال هزینه کنید، بنابراین پرفورمنس پایین تر داره، ولی کانسپچوالی راحت تره و فکر کردن بهش هم راحت تره. و این نکته رو بهتون بگم که اگر شما برنامه‌تون رو به صورت مسیج پسینگ بنویسید، در یک سیستم توزیع شده هم راحت تر میتونید پیادهش کنید. یعنی اگر یک پروسس روی یک ماشین باشه و یک پروسس روی یک ماشین دیگه باشه، چون در مقابل چی؟ در مقابل آی پی سی ما چیزی داریم به نام آر پی سی یا ریموت پروسیجر کال، که به شما اجازه میده که دو تا پردازه رو ماشین مختلف با هم صحبت کنن، اونجا اکستند کردنش راحت. البته بماند که برای شرد مموری هم گزینه‌های دیستریبیوتد شرد مموری وجود داره که برای اینجا مجالی براش نیست که ما بیایم صحبت کنیم. خب ما یه ویو کلی داریم، اجازه بدید من برم سراغ کروم و از روی کتاب توضیح بدم خدمتتون و ببینیم کروم چجوری برای امنیت و سرعت بهتر و بالاتر داره از مالتی پروسسینگ استفاده میکنه و با استفاده از چند پردازه خودش رو رام میکنه. ببینید توی کروم سه نوع مات، حالا موسیقی که بیشتر از سه نوعه، حالا من بهتون نشون میدم در واقع 6-7 نوعه، ولی حالا کتاب میگه سه تا شما پردازه دارید، سه تا پروسس دارید: براوزر که مسئول انجام آیوه نمیدونم نتورک و دیسک و ایناست، رندرر که به ازای هر صفحه باز میشه و اون صفحه رو HTMLش رو رندر میکنه، عکس‌ها رو میکشه، اصطلاحاً رندر یعنی کشیدن چیدمان اون صفحه رو انجام میده، و به ازای هر پلاگین هم یه پروسس دارید که اون پلاگین رو ران میکنه. ولی خب اینجوری نیست خیلی. اگر اینجا بیاید توی این کروم برید توی قسمت مور تولز و تست منیجرش رو باز کنید، اینجا میتونید پروسس های مختلف کروم رو بهتر ببینید. یا به این کروم منه، یه دونه بروزر دارم با پی آی دی 101485، یه جی پی پروسس دارم که از کارت گرافیکی کمک میگیره برای رندر کردن ها، یه دونه حالا یوتیلیتی پروسس داره که نتورک سرویسه، و یه دونه هم استوریج سرویسه که با دیسک کار میکنه، و یه دونه حالا اسپیر رندرر داره که حالا من نخواهم اینو توضیح بدم. ولی در واقع توی کتاب فرض کرده که بروزر و این دوتا یکی هن و جی پیو رو هم بیخیال شده، ولی واقعا اینجا نیست. یه بروزر داریم، یه جی پیو داریم، یه یوتیلیتی داریم برای نتورک، یه یوتیلیتی داریم برای استوریج. بعد به ازای هر تب، به ازای هر وبسایتی که من باز کنم، یه دونه اینجا میاد پروسس درست میکنم. نگاه کنید برای نیو تبی که اینجا هست یه پروسس درست کرده. حالا اگه من یه جایی باز کنم، مثلا بنویسم الکی، خب بیام اینجا میبینید که الان برای الکی هم میبینید یه دونه در واقع پروسس جدید ساخته. اصلا این پروسسش فرق داره، و این نکته هم داشته باشید که برای این ساب فریم مثلا گوگل و نمیدونم کروم و اینا هم توی این ساب فریم ها مومده واسه خودش چیز ساخته ها در پای نداریم باش. و یه چیز باحالتری که داره، به ازای هر اکستنشنی که شما نصب کنید، بازم این پردازه دارید. نکن برای جیسون فرمتر من جیسون ویو وب اپلایزر پلی اچ ال اس نمیدونم داون دم آل بروزک تیوب بادی و خیلی چیزهای دیگه. ببینید این ساختار رو چرا کروم انتخاب کرده؟ اول از همه برای امنیت. اگر این تب الکیه یه سایتی باشه، مثلا فرض کنم من دیستروواچ رو باز میکنم، اگر این یه سایتی باشه که چیز مخربی داشته باشه، بتونه اصطلاحاً اکسپلویت کنه سیستم منو، فقط اون پردازه رو زده، فقط پروسس اینو زده. ببینید من این پروسس میتونم کلیک کنم، واقعا یه پروسس اونجا بزنید میترکه صفحه، ببینید تپه ترکید و رفت. فقط این پروسس رو تونسته بزنه و بقیه زار زندگی من دستش نمید، مثلا نمیتونه بره پسوردهای منو از اون استور گوگل برداره، چون توی
پروسس دیگه تا کارش بسیار سخته. این یه نکته. و از طرف دیگه هر صفحه داره تو پروسس خودش باز میشه و ران میشه و من میتونم از تمام کورها با هوشمندی استفاده کنم. پس این چه دیزاین باحالی کرده کروم و چقدر تونسته خوب حل کنه و چقدر خوب پسش بر اومده. پس اونجایی که میگم ماجولاریتی و در واقع امنیت، همین بحثه که هم فالت تولرنس رو برده بالا، هم سکیوریتی رو برده بالا و هم سرعت و ماجولاریتی و اسپید اپ و همه رو با هم داشته. واقعا کروم یکی از دیزاینای خیلی خوشگله، یک ابزار مالتی پروسس روی سیستم که واقعا گوگل واقعا میگم کارش حرف نداره، همیناست دیگه که شده گوگل. خب اینم که من بهتون گفتم، پس مثالم زدیم، پس یه جنبندی کنیم و این جلسه رو تموم کنیم که اینقدر زیاد نشه. ما راجع به آی پی سی بچه ها با هم صحبت کردیم، راجع به ارتباط درون پردازه ای گفتیم، با وجود اینکه هدف سیستم از پردازه ها و پروسس کردن اینه که آیسولیشن رو تا میتونه بین اونها در واقع ایجاد کنه، بعضی وقتا برای اشتراک منابع، برای بالا بردن سرعت یا برای ماجولاریتی ما مجبوریم از چند پردازه استفاده کنیم و اطلاعاتی بین اونها رو به اشتراک بذاریم، در واقع بین اونها ارتباطی ایجاد کنیم که گفتیم به دو روش قابل انجامه، شرد مموری و مسیج پاسینگ. شرد مموری خیلی سریع تره، از طرف دیگه پیچیده تر است، پیاده سازیش برای سیستم سخت تره و نیاز به ابزارهایی برای سینکرونایزیشن و کانسیستنسی داره. از اون سمت مسیج پاسینگ یه مقدار کنتره ولی خب خیلی ساده تره، پیاده سازیش توسط سیستم راحت تره و به ما راحت تر کمک میکنه. و یه مثال هم از گوگل کروم با هم زدیم که یک ابزار مالتی پروسس رو که بسیار خوب طراحی شده با هم دیدیم و حالا امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. خب من اگه اجازه بدید دیگه اینجا ویدیو رو کات کنم تا بریم قسمت بعد ببینیم راجع به آی پی سی بیشتر هم صحبت کنیم، بتونم این سراغ شیر بمونیم. فعلا خدا نگهدار.